به نام خدا، سلام و درود به همه دوستانی که ما رو میبینن. ما آماده ایم که ایشالله برنامه امشب رو شروع کنیم. و چجوری پین میکنیم این رو؟ روش یک تپ بزن، روی خود کامنت تپ پین کامنت. تا که بقیه رفقا بیان و خانم حیدری هم به جمع ما اضافه بشن، ما یک چند دقیقه صحبت کنیم با دوستان و منتظر باشیم که این گفتگو شروع شود. اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم و اونایی که علاقمند به عکاسی هستن، برشون روز جهانی عکاسی را تبریک میگم و من نمیفهم که صدا چی رقم است. اگر که لطف کنین ما را کم ذره معلومات بتین که صدا چی رقم است، خیلی خوب میشه. خانم حیدری، اگر که برای من ریکوست بفرستین، من شما را اکسپت میکنم که انشالله گفتگو را شروع کنیم. پیشاپیش تشکر میکنم از همه دوستایی که ما را دنبال میکنن و از این صفحه امشب انشالله گفتگوی ما را میشنون. امیدوارم که سوالایی که پرسیده میشه بسیار خوب، صدا میگن خوبه، سوالایی که پرسیده میشه و معلوماتی که رویا جان برای ما میتن در مورد عکاسی مسمر سمر باشه. خودتان هم میتونین که اگر سوال چیزی داشتین پرسان کنین، منتها در حین گفتگو ما کامنت ها رو میبندیم ولی در پایان گفتگو باز رجوع میکنیم به سوالایی که پرسیده شده و وارم از خانم حیدری میپرسیم. خب این ریکوست، یک ریکوست روان شد، این را چی رقم ما اکسپت کنیم؟ ویو. بله سلام علیکم رویا جان. سلام رضا جان، خوب هستی؟ این ساعت خوب؟ خوب، شکر، سلامت باشی. خودت خوب هستی؟ ممنون، تشکر. صدای من صحیح دارین شما؟ من خوب یخی صحیح میشنوم صدایتا. خب من صحیح دارم صدای شما رو، خوشحال هستم. یک ذره عجیب معلوم بشه چون که اولین بار است لایف میام، یک ساعت به دنبال گزینه ریکوست میگه شما که ریکوست کجاست. درست است، من خوشحال هستم که دعوت این سفر رو قبول کردی و این وقت ماندی که همراه هم صحبت کنیم در مورد عکاسی، زمینه ای که یک بهانه ای شد که دوباره ببینم. خیلی یک سال میشه که ندیدم و دلم پشت دق شده و امیدوارم که از خلال این صحبت ها در واقع مطالب خوبی استخراج شد برای کسایی که به عکاسی علاقمند هستن و برای کسایی که عکاسی افغانستان نمیشناسن و بالطبع عکاسای افغانستان یک مقداری برایشون فضا ملموستر شود. خب من روز جهانی عکاسی را به همه علاقمنداش تبریک میگم و به همه اونایی که عکاسی را انجام میتن و خوب است که در این فضا ما از نزدیک عکاسا را امروزشون گفتگو کنیم و در واقع صحبتاشون رو بشنویم. یک چیز که هست، عکاسی معمولا از عکاسا عکس هایشون فقط دیده میشه، خودشان همیشه پشت ویزور و پشت کامرا هستند، زیاد دیده نمیشن و خودت علارغم این که در واقع همیشه پشت کامرا هستی و زیاد در مورد خودت گپ نمیزنی، منتهی مراتب علاقمندای زیادی را هم در افغانستان و هم در دیگه کشورها داری. ما میخوایم که در ابتدای گفتگو
یک مقدار در مورد خودت گپ بزنی و ای که در چی کاروبار مصروف هستی و ای که عکاسی را کجا یاد گرفتی، یک مقداری معلومات بدی از این بابت ما را، و بعدش باز کم کم پیرامون عکاسی حالا در افغانستان و موضوعات دیگه گپ میزنیم. اوکی. یکی از سخت‌ترین کارهایی که همیشه ازم خواسته شده ای است که در مورد خودم صحبت کنم. خب وقتی که اصلا ای خیلی کلیشه است بگویم که وقتی خرد بودم عکاسی را خوش داشتم و دنبالش بودم، نه، ما طبق یک سری فشارهای سنتی و خانواده سنتی قبلا قرار بوده پولیتیکل ساینس علوم سیاسی بخوانم که البته از صنفای پولیتیکل ساینس فرار کردیم و من یادم از سال 2012 با کابل یک انستیتوتی بود که خیلی کوتاه مدت عکاسی درس میدادن، من از صنفای علوم سیاسی میزد و میرفتم به اوج عکاسی میخوانم. خیلی نمیخوایم بگم که عکاسی رو خیلی پروفیشنال خوندم، خیلی مقطعی و در دورهای مختلف در ورکشاپ ها و انستیتوهای مختلف عکاسی رو یاد گرفتم. درسته. و رشته اصلی علوم سیاسی بوده که البته کامل نخواندمش، فقط یک سال خواندم، منتها هیچ علاقه به سیاست ندارم، مخصوصا سیاست افغانستان. درسته. و مدت در طول تمام این مدت بین علوم سیاسی و رشته عکاسی 2 سال بازاریابی خواندم و خلاص که البته هنوزم به اون رشته هیچ علاقه ندارم، یعنی هیچ کاربردی در زندگیم نداره. درسته. سپاسگزارم. خب پس نیست؟ خب این که مشخصا از چه سالی عکاسی را شروع کردی؟ مشخصا رضا جان وقتی که از سال قبل او یک سری کارا را از عکاسان می دیدم ولی هنوز مطمئن به این نبودم که می خواهیم یعنی حرفه را داشته باشم یا نه. از سال 2012 به این طرف وقتی که شروع کردم به رفتن ورکشاپ های کوتاه مدت و یک سری انستیتوها را دنبال کردم، خیلی جدی از سال 2016 شروع کردم، منتها اگر بخوایم بگم که کم کم علاقه پیدا کردم شروع کردم از 2012 بوده. درست است. و در حال حاضر مصروفیتت هم پیرامون عکاسی است و در کجا مشغول هستی؟ در حال حاضر از تقریبا میشه گفت 3 سال به این طرف که قبل 3 سال با یک ارگان دولتی کار میکردم، منتها بعد از یک مدتی که با ارگان دولتی کار کردم تصمیم گرفتم که فوکس زیادترم سر عکاسی و کارهای خودم باشه، وقتی را میشروع کردم با فریلانس کار کردن. نمیفهم فریلانس ها باید چی بگم؟ عکاسی آزاد میکنم. عکاسی آزاد، بله. عکاسی آزاد میکنم. خب عکاسی آزاد میکنی در صفحه رویا ما عمدتا عکس های پورتره میبینیم از اقوام مختلف، از ولایت های مختلف و میخوایم بگم سوال کنم ازت که آیا فقط عکاسی پورتره کار میکنی یا فقط عکس های پورتره تا در واقع در فضای اینستاگرام به نمایش میمانی؟ نه، تنها عکاسی پورتره کار نمیکنم ولی سبک مورد علاقه ام یا زیادتر دوست دارم پورتره عکاسی کنم، مخصوصا وقتی که میخوایم اگه استوری در مچن نشته کنم. من یک بار فکر میکنم میره شخصا به خودت هم گفتم و فکر میکنم ازم پرسیده بوده که چرا اقدر به پورتریت علاقه دارم. من یعنی نگاه ایره که در مردم افغانستان دیدم، یعنی خیلی عمیق طرفت سیل میکنن، مخصوصا اونایی که سنشان زیادتر هست در کوچه و بازار میبینی و در کابل قدیم یعنی شهر کهنه و سمت مندوی و فیرسکو اینا میبینی، اون مردم هایی هستن که مثلا از 40-50-60 سال در اونجا زندگی میکنن.
جدا از اینکه امروشون صحبت میکنی، بسیار قصه برگفتن دارن در مورد افغانستان قدیم. وقتی قصه میکنن تمام او قصه رو تو میتونی در رویشان بخوانی. فکر میکنم برای بازگو کردن یا نوشتن یک قصه در مورد یک فردی که خیلی سالیان سال حتی در دوران جنگ در افغانستان بوده یک پورتری کافی است. بخاطر همین من خیلی علاقه دارم که همه درد و همه رنجی رو که در طول این مدت این مردم داشتن از طریق پورتری زیادتر نشان بدم. بخاطر همین کمتر عکس دیگه میبینی در پیجم، زیادتر سر پورتریت کار میکنم. مخصوصا پورتریت کودکارم خیلی دوست دارم، خیلی خالص و ساده هستم. درست است. معمولا برای کسایی که عکاسی را تازه شروع میکنن همیشه این دغدغه است که چه رقم به آدم ها نزدیک شوند و چه رقم اعتماد و را جلب کنن و که او اجازه بده که ازشان عکاسی شود. میخوایم سوال کنم که رویا چی رقم ارتباط میگیره با مردم و آیا رویا به سوژه ها به عنوان یک عکاس گذری نگاه میکنه، یعنی به صرف یک عکس که گرفت در واقع محل ترک میکنه، یا نه امو قصه هایی که خودت گفتی اونها را هم در واقع میشینه و از زبان او آدم ها میشنوه؟ چقدر چهره او آدم ها برای یک عکاس که خود تستی میتونه اهمیت داشته باشه و چقدر قصه های او آدم ها بر تو اهمیت داره؟ روش در واقع عکاسی خود چی رقم است در ارتباط گرفتن با آدم ها؟ رضا خودت فکر کنم یک سال پیش در افغانستان بودی، برخورد آدم ها اینجا کمی عجیب است باید، یعنی خیلی سخت کتت انس میگیرن، بعد اجازه میتون نزدیکشان چری و مخصوصا اگر با کمره بایشی خب یک آدم عجیب برایشان معلوم میشی. ولی من وقتی که اول میخوام میرو بگویم من تمام کسایی که عکس هایشان برای پیجم هست با تک تکشان در تماس هستم، چی اونایی که در کابل هستن چی در ولایت هستن، حتی اقل کوش میکنم از طریق تلفن برشان زنگ بزنم یا که اگر در کابل هستن به دیدنشان برم. هیچ آدمی در پیجم نیست که یعنی نشناسمش یا باهشان در تماس نبوده باشم. جدا از اینکه سوژه عکس هستن بر من، قصه شان اهمیت داره. بعد شنیدن اون قصه برام یک آدم مهم میشن، یک بخشی از زندگی میشن، چرا که هر زندگی یا هر کسی که تو ملاقات میکنی یعنی نمیفهمم چه قسمی باید رو تشریف کنم برد، ولی وصل میشه به زندگی، مخصوصا کسایی که آرت کار میکنن، هنرمند هستن. وقتی که یعنی اگر فقط کابل حساب بگیریم که مردم کمی روشن‌تر هستن سایر به دیگر ولایت ها، که هنوز بازم وقتی که کمره رو میبینن اگر بدون اجازه ازشان عکس بگیری ریاکشن نشون میتونن، من سعی میکنم خیلی دوستانه برم کنارشون بنشینم، کچون گپ بزنم، بر اول خودم معرفی کنم کی هستم، چی کار میکنم، از کجا آمدم، بعد چند سوال رفیقانه دیگه از اونا میپرسم. همین میشه که یک احساس نزدیکی بین دو طرف پیدا میشه و خیلی راحت میشینن قصه میکنن. اول قصه رو میشنوم بعد از او عکسشان رو میگیرم، اجازه میدم که خدا راحت با من احساس کنم. بخاطر من بسیار یعنی بیشتر سوژه‌ام که ازشان عکس گرفته، مثلا عکس پورتری، واقعا تمام احساس خدا از یعنی در تمام صورتش دیده میشم. و اونایی که یعنی من روزا نمیخوام بگم که مثلا من خیلی یک عکاس خوب هستم، خیلی یک عکاس حرفه‌ای هستم، یک مشوره و دیگه کسایی بتونم که میخواین عکاس شد، من هنوز خودم در مرحله یادگیری هستم، هنوز خیلی چیزا هست که باید یاد بگیرم، هنوز خیلی چیزا هست که نمیفهمم، ولی با عنوان کسی که حداقل چند سال میشه تجربه داره و در افغانستان زندگی میکنه، ای هست که نگاه صنعتی به سوژه خود نداشته باشن. خب آفرین. باید مخصوصا در افغانستان خب سعی کنین رفیق باشین با او، یعنی تماما با او تصویر عکس، حتی اگه انسان نباشه یک فضای خیلی خالی خشکم باشه، با او فضا بشینین ارتباط برقرار کنین. حتی مگاهی شده رضا حتی از یک سنگ خالی بخوایم عکس بگیریم ساعت ها میشینیم در مورد او فکر میکنم خب کدام زاویه برای من خوب است، من چه قصه رو باید برم میتونم. این هست که آدم چقدر میتونه به سوژه خود ارتباط برقرار کنه و رفیق باشه. آفرین.
ادوارد وستون یک جمله خیلی مشهور داره، میگه که حتی اگر که میخواین از یک کچالو عکس بگیرین، وقتی که در واقع او را یک جای میمانین، میخواین طرف او میوه برین و ازش عکاسی کنین، یک رقمی قدم بردارین انگار که یک موجود زنده است و صدای پای شما را میشنوه و آمدن شما را میبینه. و میخوایم بگم که در واقع یک رویکرد مدرن است این شیوهی که خودت بر ما تشریح کردی، ولی یکی از مهمترین شیوه های عکاسی و به جرأت میتونم بگم در حال حاضر نادرترین شیوه های عکاسی است ای که هر سوژه بخصوص در فضای مستند که عکس های تو خب شاید بگم 100%شان مستند هستند، استیج نیستن به هیچ عنوان، و بخصوص در عکاسی مستند که شما میخوای از یک آدم عکاسی بکنی ای که او کم کم تبدیل شوه به بخشی از زندگیت و ارتباط ادامه داشته باشه، واقعا یک کار بسیار سخت است و هر کسی به جرئت میتونم بگم حتی خود من فکر کردن به این موضوع یک مقدار خیلی زیادی در واقع من رو میترسان از عکاسی، ولی ای که خودت این رقمی با سوژه ها ارتباط میگیری، متعهد هستی به او. خیلی از عکاس ها عکاسی میکنن میگن که او عکس های تو برات میاریم چاپ کرده میاریم نمفهمی گپ های رقمی، ولی میرن که میرن، و ای که خودت این رقمی ارتباط داری به نظرم گفتم در عصر حاضر در حوزه عکاسی مستند یکی از نادرترین شیوه های عکاسی است، و از این بابت واقعا میشه گفت که رویا حیدری یک آدم منحصر به فرد است در حوزه عکاسی در افغانستان، و احتمال میدم نمونهش یک تا باشه و خودش است. و از این بابت خب برای خیلی از عکاس ها می سوال هست که ما چی رقم با سوژه ها ارتباط بگیریم و اینا. به نظر می رسه که حداقل برای وایی که یک مقدار زیادی از عکاسی مستند واهمه دارن، از مردم و آدم ها واهمه دارن، و حتی این سوال در ذهنشان است که آیا برای عکاسی از آدم ها اجازه لازم است یا نه، در واقع جواب تو و این شیوه کاری تو برای خیلیشان میتونه در واقع یک راه باشه برای که بتونن خیلی راحت عکاسی بکنن و با همین روش. یک سوال دیگه ازت پرسان کنم که ای که گرایش تو به سمت عکاسی پورتره است و پورتره علاقه تو هست، به نظر خودت از کجا منشأ میگیره؟ یعنی با توجه به عکس هایی که در گذشته دیدی، با توجه به در واقع علاقه ای که به چهره ها داری، آیا مطالعات قوم شناسی و مردم شناسی داشتی و در واقع مطالعات تو را سوق داده به این سمت سو، و کدام یک از اینا یا حتی اگر چیز دیگه ای بوده در مورد یک کم ذره بر ما گپ بزن؟ نمیخوایم خیلی پیچیده تشریح کنم رضا، واقعا هیچ مطالعه در مورد چهره و اقوام افغانستان نداشتم، تا امروز هم هیچ کتاب تاریخی در مورد افغانستان نخوندم. تنها گفتم چیزی که مرا به سمت عکس یا عکاسی پورتری جذب میکنه و میکشانه نگاه آدم هاست. در اینجا خیلی ها میگن که ما از نگاه مردها یا مردم در اینجا متنفر هستیم، یا مثلا وقت خب اینجا خودت میدونی یک شهری است که ما هنوز کشور هستیم در حال جنگ، هنوز رو به پیشرفت هستیم، هنوز در حال جان کندن و جدال که توی خود ما هستیم، بعضی چیزها خیلی طبیعی است که نرمال نشه، یعنی او چیزی هم که نرمال نخواست شد به سالهای سال نگاه مردم هست، نگاه آدم هاست. ولی تو حال رضا باید پیش آمده بسرک باشی
و کسی بسیار دقیق طرفت سل کنه و تو از خودت بپرسی چرا طرف من یادم اینطور میبینه، آیا مثلا برای سوال هست، چیزی در من هست، من از دیگران فرق میکنم. من جواب این سوال رو میرم از آدم ها پرسان میکنم، یعنی حداقل از خیلی ها ای رو پرسیده، مخصوصا به سمت کوچه کاه فروشی کابل که آل خیلی از عکاس های افغانستان به اون طرف علاقه پیدا کردن و میرم برای عکاسی. من یک نکته را همی قسمت گفت یک نکته را بگم، ای که گفتی واقعا برای من تاوال اتفاق نیفتاده، چون من او رقمی که خودت مقبول هستی و او رقمی که خودت در استایل داری من هیچ کدامش ندارم، از خاطر هیچ کس نشونی ما سعی میکنه، ما راه هم عکاسی کنه کده میریم. نه اینجا معمولا بزن ها خیلی نگاه میکنن، اصلا هم به این رب نداره تو چقدر خوشتی پستی مقبول هستی و رنگ هستی. اما ولکامینگشان اما نگاهشان هست. خب یادم میاد به کوچه کافروشی استاد بودم، شاید اولین بار بود، زمستانم بود، هوا خیلی سرد بود، تردد خیلی کم بود. بعد یک کاکایی که اوجه مثلا دکان چاقوی چیزا جور میکنن، بسیار یک استاد ستایل میکن و هرچی طرفش ستایل میکنم چشم خدا پایینم نمینداخت. خب بالاخره رفتم نزدیک، بعد از یک احوال پرسی بسیار گرم، عکسش هم اتفاقا در روی پیجم هست، شخصا من روان میکنم. درست. گفتم کاکا جان چیزی عجیبی در من هست؟ گفت نه، گفت جالبی است که گفت در این زمستان سرد، گفتی کوچه پرنده فروشی کل سگ بازا و بودن بازا، تو یک دختر اینجا چی میکنی؟ گفتم که کاکا من عکاس هستم، اینجا آمدم عکاسی میکنم. گفت خب اینه تو بیا بگو نه آدم ایران میمونه دختر در کوچه چی میکنم. فکر یک سوال خیلی یعنی خیلی کوچک و عادی در ذهنش بود، اما جرأتی رو نداشت از ما پرسان کنم. ولی خب بعضی وقتا به خود ما جرأت نه با اون رفتار زشت که مثلا یگان وقت ما خیلی پرخاشگری میکنیم در مقابل مردم، خوب است از آدم ها سوال کنیم نگاهشان. شاید بعضی وقتا یک کسی نیاز داره که تو رو نمیشناسم و باید قصه کنم. من روزانه خودت میبینی من بسیار در حال گشت و گذار هستم، گشت و گذارم فقط بخاطر از قصه آدم ها رو بشنم. خیلی عکسایی دارم روزا که اصلا پوستشان نکردم، قصه هایشان رو شنیدم اما جرأت پوست کردن و عکس ها رو نداشتم. قصه ها خیلی تلخ هستن، افغانستان کشور خیلی شادی در تمام روزای جنگی که ما تجربه کردیم نبودن، مردم خاطره خوبی زیادی ندارن و من با راننده تاکسی صحبت میکنم، من با کسی که روی سرک در کنار منتظر تاکسی صحبت میکنم، من با فروشنده صحبت میکنم، من با گل فروش، با دست فروش، با تمام آدم هایی که حداقل فکر میکنم برای یک دقیقه یا دو دقیقه کشان استاد ازم صحبت میکنم. این به من کمک میکنه که من به مردم خودم بیشتر بشناسم و سوژه‌ام راحت تر برای عکس انتخاب کنم. اصلا نمیخوام سوال چی بود تونستم جوابش بدم، رب داشت طرفای میام در مورد همون پورتری بود و گفتم چرا رفتم به سمتش. درست است. معمولا یک سوالی که اکثر مردم، اکثر عکاسا، اکثر علاقمندا میکنن است که آیا واقعا برای عکاسی یک کمره پروفشنل و خوب لازم است؟ آیا برای عکاسی یک برای عکاس شدن یک گذراندن یک دوره انفان پروفشنال و حرفه‌ای لازم است؟ یا علارغم این چیزها در واقع او دوست داشتن یک ملت، یک مردم، دوست داشتن او هم در واقع تولید عکس های خوب تاثیر داره؟ خودت در این باره نظرت چی است؟ با توجه به صحبت هایی که البته لابلای صحبت هایی بود، ولی اگر که یک مقداری بازم سرش صحبت کنی، علارغم این که کمره پرفشنل، آموزش های خیلی خوب داشته باشی و دیده باشی، واقعا او حس نسبت به او آدم ها چقدر، بخصوص باز در عکاسی پورتره، چقدر به تو کمک کرده که عکس هایی که در واقع چشم ها با مخاطبین بسیار گپ میزنن و بسیار تاثیرگذار است، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ خب
من اکثر پست های روزانه و یا عکس ها و ویدیوهایی که میگذارم تمامش رو با موبایل میگیرم، یعنی خیلی جاهای بیروبار یا که مثلا بر اسایمنت کاری نباشه کمره اصلا نمیبرم. پس یعنی نیاز نیست حتما یک کمره پروفشنال داشته باشیم. در رابطه به سال دومی که تمام عکاسی تکنیک هست که ایره خودت استاد هستی، میشه در پیرامیدش زیادتر صحبت کنی، ولی من زیادتر من فکر میکنم چیزی که خیلی به عکس های باستاب میتر و یعنی ای است که من حسی که به یادم دارم، به یادم ها دارم، ای حسی است که به کشور افغانستان دارم. یعنی من خیلی 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 صادقانه به تمام این مردم عشق میورزم، این کشور را واقعا دوست دارم. بارها و بارها فرصتی ای برام پیش آمده که از اینجا برم، اما همیشه خواستم انتخاب اول افغانستان باشه، و خاطر که از وقتی که یادم میای حق انتخاب برام دادن و دست چپ و راست ما شناختم، به یک چیز همیشه آخر فکرم این هست که اونایی که خب کسای زیادی هستن که رفتن و بر نگشتن، آدم های خیلی نخبه هم بودن، اگه قرار باشه همه ما جای خالی کنیم و بریم، کی قرار است اینجا باشه؟ کی قرار است مثلا بر مردم کار کنه؟ عکاسای زیادی هم بودن که من هم میخوام چند کنم که بیرون از افغانستان رفتن برای یک دوره دروس مقطعی رفتن اما بر نگشتن. من فکر میکنم باید بر میگشتن، چون که افغانستان نیاز داره. تنها یعنی یک تنه جنگیدن در افغانستان خیلی سخت است رضا، و ما اقلیت هستیم، یعنی تمام ما یعنی سر و تای افغانستان رو بزنه شاید یک من ایفون 50-60 عکاس نباشه، حالا چه پروفشنال چه آماتور. و من فکر میکنم اونقدر نبردیم که بین ما عکاس ها هست، همین 50-60 نفر، بین هیچ گروه دیگه در افغانستان نیست. ولی من فکر میکنم هر کس کار خود اینجا میکنه، تمام عکاس ها، من همه عکاس ها رو کاراشون رو میبینم، در تمام همهشون، در تمام عکس هاشون حس هست اما عشق و علاقه به افغانستان دیده میشه، دوست دارن کار در افغانستان را، حداقل اونایی که در افغانستان هنوز هستن و کار میکنن. و برای من، یعنی به شخصاً زیادتر همین حس و علاقه‌ای که به بودن و مردم اینجا دارم کمک میکنم. خیلی واقعا سو گپاید یک رقمی حسرت ما که دور از وطن هستیم، حسرت ما را خیلی بیشتر میکنه. من یادم است که در افغانستان همراه بر یک پروژه همراه چند نفر گرد میزدم، یکی از کسایی که در واقع یک دوران مهاجرت سپری کرده بود پس رفته بود افغانستان، میگفت ما زمانی که افغانستان میامدم تمام اون مدارکی که از اون کشور داشتم بالکل کلشان مفقود کردم که دیگه پایم قطع شد از مهاجرت و مجبور باشم با هر شرایطی که هست زندگی خود در افغانستان بسازم. میخوایم از خودت سوال کنم که تو هم مهاجرت و تجربه کردی یا نه؟ من خودم متولد، باید مشخصا نام بگیرم با کدام کشور بودی؟ من خودم چرا فرزند مهاجرت هستم، یعنی با کشور دیگه تولد شدم، وقتی که 12 سالم بوده برگشتم به افغانستان. و یکی از مال چند سالت هست؟ خیلی سوال های سخت. نه شوخی میگم، من متولد 1373 هستم. یعنی میخوای ضرب و جمع کنی؟ نه صحیح، 26 سال که دیگه ضرب و جمع نداره. اوکی. و به همون یعنی تا همون سن 11-12 سالگی با یعنی بازم نمیخوایم نام بگیرم، با همون کشوری که بودم یعنی واقعا حس کردم در جای دیگه هستم، در جایی که تعلق به اون کشور ندارم، چون که بار بار برم گوش زد شده که آدم دیگه ای هستم، متعلق به جای دیگه ای هستم، به مردم دیگه ای هستم. به خاطر این وقتی که من یعنی
گفتن که ما به افغانستان میریم، با وجودی که هیچ چیزی از افغانستان نمیدانستم، یعنی هنوز اون لحظه یادم است، برای یک کودکی که 12 سالش است وارد مرز افغانستان میشه و عاشق اونمو خاک میشه، میفهمی؟ هیچ چیزی، یعنی سال او سالهایی که ما آمدیم در افغانستان جز خاک، جز خرابه، جز ویرانی هیچ چیز دیگه ای نبود. اما ما هنوز هم با تمام وجود میفهمی عاشق نمی ویرانی هستم، نمی خاک هستم، نمی هر آن چیزی که هست، بخاطر که واقعا در ذهنم رضا اونم کنجی که در ذهن مانده هنوز من اذیت میکنم یکی بارها برام طعنه داده شده تو کی هستی، از کجا هستی و متعلق به جا و مردم دیگه هستی. برام خیلی خوشحال هستم در کشور خودم هستم، مهاجرت را تجربه کردم، مهاجرت برای همه تلخ است. درست است. دعا کنین که همه مهاجرایی که بیرون از وطن هستن یک زمان شرط پیش بیای که هم پس بیان و همه دست به دست هم بلیم و وطن خود آباد بسازیم. ها یک سوال دیگه بپرسم، ای که رویا حیدری در واقع در فضای اینستاگرام خدا رو شکر طرفدارای خیلی زیادی داره و بخشی از این طرف بودن این طرفدارا خب محصول در واقع او هنرش است و او در واقع کارهایی که تولید میکنه و عکسهای خوبی که میگیره و بخشیش هم در واقع محصول شخصیت رویا حیدری است. میخوایم بگم که در واقع این رویا حیدری که ما در فضای اینستاگرام یک دختر بسیار لاکچری مدرن روشن فکر آزاد میبینیم که شاید که نه، حتما خیلی از دخترای اروپایی شاید این رقمی نتونن زندگی کنن و این رقم زندگی رو نداشته باشن. میخوایم بگم که نشان دادن یعنی ساختن شخصیت یک دختر در افغانستان با توجه به شرایطی که در افغانستان همه از او در واقع گب میزنن، ساختن یک شخصیت مثل خودت بر اساس یک برنامه ریزیست یا رویا حیدری همی است که هست؟ هرچند که من خودم واقف هستم، من در کابل خب بار دیدم همه، من خانه تان میمان بودم و کاملا میشناسم و یقین دارم به این موضوع که هرچی که هست هست، ولی میخوایم برای کسایی که به هر حال این 200 نفری که امشب ما را دنبال میکنن یا کسایی که از طریق سفید تو را دنبال میکنن و میشناسن و شاید برای اولین بار این رقمی زنده از زبان خودت در مورد خودت میشنون، برای اونها یک مقداری روشنی پرتی امرایشان گپ بزنی در این باره که آیا تصویری که اونها از زن افغانستان دارن، از دخترای افغانستان دارن، چقدر درست است و یا چقدر نادرست است؟ خیلی یعنی با سوالت خیلی دارم با پشت سر فکر میکنم، حداقل برای من که یعنی 12-13 سال زیادتر نداشتم، با افغانستان آمدم و نه رضا خیلی سخت بوده، من هنوز به او آدمی که میخوایم نرسیدم، به او کسی که یعنی رویایم در ذهنم هست به اندازه 50% به او آدم نزدیک نشدم. ولی خب خیلی خیلی سختی ها و چالش های زیادی رو داشتیم در افغانستان. یکی از دلایل که هیچ وقتی نمیخوایم یا نخواستم اینترویوی داشته باشم، چه با تلویزیون، رادیو و اینستاگرام لایف، تمام میشه است که میفهمی از سوال و جواب میترسم و این که مثلا در مورد خیلی چیزایی که در گذشته مجبور شدم انجامشان بتوم، مجبور شدم از اون دوره بگذرم تا امروز، به خاطر یعنی تمام اون دورهای سخت ای آدم باشم، صحبت در مورد روزا خیلی سخت است. حداقل من که هیچ پشتیبانی در افغانستان نداشتم و
بدون هیچ تجربه شروع کردم به تنها زندگی کردن و یک تنها جنگیدن به خاطر چیزایی که میخواستم. بارها و بارها به محل کارم توهین شده، یعنی از محل کارم اخراج شده به خاطر همین. ما یک چیزی رو میگیم به نام دفاع شخصی از خود، اما اینجا مردم برش یک چیز دیگه میگن، میگن که خب نمیتونم از کلمه من صدای تا دارم، صدای تا دارم، مگم یک کم ذره قطع وصل میشه. درسته صدای تو دارم، مگم کم ذره قطع وصل میشه، یعنی صدا هم تو برده برده میه. من نمیفهم که دوستای ما چی رقم است و هم صدا و تصویر خوب دارن یا نه. باش که من یک دقیقه گپت فراموش نشه رویا جان، من یک دقیقه همی کامنت ها رو باز کنم ببینم که دوستا چی سوال و چی پرسیدن از ما، و یک کم ذره و ببینیم که آیا او تصویر و صدا را خوب دارن یا نه. خودت در اوتر وصلی یا که نت گوشی است؟ رویا جان میگن صدا قطع شده است، صدای رویا را نداریم. خب یکم ذره گپ بزن ببینیم که صدا چی رقم است. باز اگر که خوب نبود مگم که باز یک فکر دیگه کنیم. صدای مرو میشه رویا جان؟ خب اینیال یک بار دیگه اگر ریکوست بتی و بالا میارم شماره و میتونیم که ادامه گفتگو را داشته باشیم. خب ما در خدمت هستیم، میخواین که یک کم ذره گپ بزن رویا جان ببینیم که ما داریم شما را، ببینیم که صدای ای دفعه چی رقم است. صدای مرا میشنوی؟ من گفتم رویا جان کامنت ها رو من خواندن نمیتونم، میشه که خودت چک کنی که اگر صدای من رو میشنوم. خب بریم. خب سیست ما 20 دقیقه فرصت داریم، میخواییم که بریم به سوالای دوستا ببینیم اوهایی که برای ما
در واقع مسیج فرستادن با سوال، ببینیم که پرسیدن بزرگترین آرزوی چیست، ای که خب من نمیتونم کامنت ها رو بخوانم. چرا؟ میفهم. نه خب من کامنت ها رو بستم که تصویر شما بهتر دیده شود، چون تصویر تان قسمت پایین است. بعد میگه که حرف شما برای او کسایی که تازه میخوان شروع کنن عکاسی را چی است. تشکر کردم از این که لهجه دری را بسیار زیبا گپ میزنید. و میگن که چی باعث شد تا عکاسی را من حیث یک پیشه انتخاب کنین. میخوای اینا را گپ بزنیم باز ببینیم که باز من کامنت ها رو باز میکنم دو ده دقیقه آخر باز یکم سوال باز از اونجا جواب بتم. صحیح است؟ درست. خب چی شد که عکاسی رو من حیث یک پیشه انتخاب کردین؟ فکر کنم به شروع صحبت هم گفتم که یعنی بعد یک مدتی که من مجبور کرده بودن علوم سیاسی بخوانم، خیلی اتفاقی از یک ورکشاپ عکاسی سر پیدا کردم و بعد او علاقه من شدم و شروع کردم. و یک چیز دیگه که من گفتم، من اصلا به علوم سیاسی علاقه نداشتم، بخاطر همی سعی میکردم خودم را پیدا کنم، آیا مثلا من به کدام رشته علاقه دارم. زیادتر فکر میکردم یک وقت ژورنالیسم میخوانم، اما بازم دیدم آدم ژورنالیسم نیستم، یعنی داره همون عکاسی خودم را یافتم. و عکاسی را چرا حالا به عنوان یک پیشه انتخاب کردم؟ به خاطر که زیادتر میتونم با مردم در تماس باشم، حالا میتونم قصه آدم ها را خیلی ساده و راحت تر با یک عکس بیان کنم، یا حداقل به عنوان یک عکاس بتونم بشینم با یک کسی صحبت کنم و قصه شان رو بنویسم. بسیار خوب. یک سوال دیگه که هرچند لابلای صحبتهایت بود، باز میخوام از خودت دوباره کم زرم، مثلا خیلی کوتاه، برای کسایی که میخوان تازه عکاسی رو شروع کنن چی گفتنی داری، مخصوصا خانوم های را که دخترهای جوان هستن و علاقه دارن به عکاسی، برای اینا چی گفتنی داری؟ روزا عکاسی جدا از اینکه مثلا خیلی یک رشته یا حرفه دلچسبی دیده میشه، ممکن است خیلی زود هم ازش خسته بشی. تو که عشق و علاقه در این کار نباشه، اصلا نمیشه باش حوصله کرد و پیش رفت. در افغانستان فرصت برای خانوم ها در هر رشته‌ای که بخواهند کار کنند و حرفه‌ای و رشته را یاد داشته باشند، برایشان شرایط کار هست. مخصوصا در افغانستان که ما خانوم عکاس خیلی کم داریم و اگر میخواهند شروع کنند با جدیت شروع کنند، و ما مطمئن هستم هر بعد از یک سال، دو سال یا سه سال، چهار سال بعدی که بخواهند به افغانستان بیان، جایگاهشان بسیار، یعنی جایگاه خدا پیدا میکنن، رشد میکنن، میتونن کار کنن. به خاطر که بازم بر بچه ها خیلی سخت تر از به سوژه ها در افغانستان نزدیک شدن، اما به خانم ها خیلی راحت تر از که ارتباط برقرار کنن. به خاطر همین خیلی شانس است برای دخترها که راحت عکاسی بخوانن و بیان به افغانستان کار کنن. درست. خب پرسیدن که رویا بزرگترین آرزوش چیست؟ چرا خودم اصلا به این موضوع فکر نکردم؟ واقعا خیلی صادقانه میگم، اصلا خودم با واقعا در مورد فکر میکنم و هر وقت تونستم سوال پیدا کنم خودم براتون پست میگذارم. بسیار. در مورد استوریای یک مقدار صحبت کن. من از این خاطر یک مقداری سخیف باشه، یعنی خیلی اصطلاحا
شاید 80% 90% جوان ها از این فضا استفاده میکنن. میخوایم تو برایشان یک مقداری توضیح بدی و شاید خود استفاده صحیح از در واقع اینستاگرام و او فضایی که شما پست میمانی، او فضایی که برای استوری است. حتی ما دیدیم که چقدر سختگیر هستی سر ای که متن برای عکست چی باشه، یا حتی استوریات خیلی با سختگیری و واقعا تولید میکنی و او رقمی نیست که همون تو مثلا بی برنامه باشه اونا. یکم ذره میتونی در مورد ارائه اثر در حال حاضر، اثر که میگم ارائه در واقع ای مدیا در استوری و در فضایی که پست میمانی، یکم ذره صحبت بکنی برای جوانهایی که دار این قابلیت برشون وجود داره ولی تابال نتونستن که از این فضا برای گفتن استوری هایشان، برای ایجاد یک حس خوب برای مردم بتونن استفاده کنن. میخوایم یک مقداری در مورد این موضوع یکم گپ بزنید تا ما بگردم یک سوال پیدا کنم، یا اگر دوستا کدام سوال که در جواب در گرچه رضا من بات های روی جمع خیلی... نبوده اگر داشته باشن سوال تو رو خیلی چون صدات قطع و وصل شد نگرفتم، ولی فقط فهمیدم که در مورد استوری و پوست ها صحبت کردی، اما صدات خیلی قطع و وصل شد بخاطر همین سوال اصلا نگرفتم. اگر حال صدای مرا خوب میشنوی، سوال همیست که آیا برای گذاشتن در واقع هر پست یا استوری های کدام پلان و برنامه مشخص داری، یعنی فکر میکنی سختگیر هستی یا که او رقمی نیست، برای که یک مقداری در واقع ای آموزش برای کسایی که از این فضا استفاده میکنن یک مقداری چیز داشته باشه، که چون ما در واقع خودمان ارائه میکنیم و میشه گفت که او فضا شخصیت ما را، باورهای ما را میتونه نشان بده. میخوایم خودت در این مورد یک مقداری گپ بزنیم، ببینیم که تو با چی رقمی از این فضا استفاده میکنی. امیدوارم که صدای من رو شنیده باشی. دوستای عزیز بخشش باشه، برنامه های رقمی و در واقع امکاناتی که بلازه اینترنت و اینا در دسترس است معمولا از اتفاقا میفته. من عذرخواهی میکنم، شما گفتگوی رویا گفتگوی ما را از صفحه عکاسان افغانستان با خانم رویا حیدری میشنوین و من منتظر ریکوست شما هستم که اکسپت کنم. میبخشین درست ببینیم که چی خواهد شد. خب بسیار خوب، تشکر از اینکه باز پس آمدی. فقط یک سوالی را که خب خیلی ها پرسیدنی که بزرگترین چالش شما با من اگر کس در افغانستان چی است، ایره اگر که یک مقداری در موردش مشکلاتی که مواجه بودی و در ولایت های مختلف و اینا یکم زیر سرش گپ بزنی خوب است. بزرگترین چالش روز بحث امنیت هست، مخصوصا حالا نه در کابل، حالا وقتی که در ولایت مری همیشه با ترس رفتیم و با یک سری اتفاقای روبرو شدیم. حالا مثلا ما اینجا وقتی به ولایت میریم پلیس محلی داریم، طالب محلی داریم، مردم های محلی هستن که با تفنگ میگردن، تفکیک ای که او ای، یعنی همه شان یک رقم لباس میپوشن و بگ استایل و قوار هستن، تفکیک ای که با کدام دست روبرو هستی کم سخت است، مخصوصا گفتم وقتی با ولایت افغانستان میری مردم کمتر همکاری میکنن، خیلی روشن نیستن، هنوز
در کنج تاریکی زندگی میکنن، یعنی یک فضای در یک فضای بسته زندگی میکنن و اجازه نمیتن خیلی برشان نزدیک شوی، درست. خیلی به سختی کت همکاری میکنن. این چالش هایی است که من حداقل به ولایت که دوستای عزیز مجدد سلام، ببخشید بابت اشکالی که در صدا پیش آمد، ما مجددا در حد 10-15 دقیقه صحبت کنیم با رویا جان و صحبت های پایانی را. سلام علیکم. سلام دوباره، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. جور صد من شکل میگن صدا نداریم، من نمیفهم صدای مرا ندارن یا صدای شما رو ندارن. من خود صدایت رو میشنوام. ما هم صدایت رو میشنوام. من تو خود هست به خیالم که میشه شما یک چیک کنم نیم صدا رو دارین یا نه. اگر که دوستا بنویسن که صدای ما رو دارن یا نه. ما تست کردیم، دوستا اینجا همراه ما هستن تست کردن و صدا رو دارن. امیدوارم که اوکی دیگر افتخان بشنون. برای کسایی که بخش اول گفتگوی من و رویا جان نشنیدن یا ندیدن، میتونن در واقع به صفحه عکاسان افغانستان مراجعه کنن و در واقع صحبت های کامله ببینن و بشنون. دیگه در حد 15 دقیقه وقت شما رو دوباره میگیریم. روی جان برای ما از در واقع چالش هایی که برای عکاسای خانم یا خود ایشان در افغانستان بوده، ساهای مختلفی که رفتن برای عکاسی، در مورد او گپ میزدن. روی جان میشنویم. رضا جان باز متوجه نشدم چی گفتین. تقریبا سوال آخر ما همی بود که چالش ها و او سختی هایی که برای عکاس ها در ساحه های مختلف وجود داره برای تو چیزایی بوده. یک بخشش را که بازگو کردم، درست، باز یک سری از دوستا کامنت ها رو میخواندم نوشته بودن ما که به عنوان یک سیاحت میریم یعنی مشکلات را باش سرد و چار هستیم. درست. یکی خب اگر به عنوان یک گردشگر بخوایم به یک ولایت بریم شاید خیلی آسان تر باشه، تنهایی که از دور نظارگر بعضی چیزا باشی، ولی که بخوای یعنی در بین جمعیت باشی، مردم را ببینی، باشن قصه کنی، آداب و رسومشون رو بیشتر بشناسی و یعنی بعضی وقتا مجبور شوی به خانهاشون سر بزنی، یکم کم درد سرساز میشه به خاطر که تو نمیفهمی با چه آدمایی یا چه صحنه‌ای سر دو چار میشی و مخصوصا وارد یک فضای بسته به یک ولایتی میشی. یعنی نمیتونم روزا خیلی از بود منفی صحبت کنم، اصلا به کار عادت ندارم. تو میدونی که من همیشه عادت کردم از ساید مثبت افغانستان صحبت کنم. بخاطر همین میتونم بیشتر خوبیهایش رو برات یاد کنم. مردم خیلی مهمون نواز هستن در هر جایی که بری، در هر ولایتی که جدا از اینکه یک سری چالش خیلی خیلی خرد باشن روبرو میشی، جز محبت، جز مهمون نوازی زیادتر از مردم چیز دیگه نمیبینی. درست است. و ای که هدف گذارید برای آینده چی است در حوزه عکاسی؟ هنوز ایام خیلی یک فکر بلندی است. بعد در کنار رشته عکاسی قرار است یک رشته دیگه رو بخونم. هنوز در موردش مطمئن نیستم، وگرنه قطعا اعلام میکردم. هنوز در موردش فکر میکنم و هر وقت مطمئن شدم باشم او رو در موردش مینویسم، حتما یا سرگ پوست یا سرگ استوری شریکش میکنم. ولی فعلا تا 5 سال بعد در همین افغانستان هستیم و
در کنار همین مردم هستم و از همینجا عکس میگیرم و قصه می نویسم. امیدوارم که خدا همیشه تو را سلامت داشته باشه و این انرژی هیچ وقت کم نشوه، چون واقعا افغانستان به راویایی مثل خودت احتیاج دارن، مثل تو و خیلی از عکاسای دیگه که در افغانستان کار میکنن. واقعا در حال حاضر افغانستان به این در واقع قصه‌گوها، به این راویها احتیاج داره و این برای همه مردم افغانستان باعث خوشی است که کسی مثل خودت وجود داره با این جسارت و با این دغدغه‌مندی در افغانستان که قصه‌هایشان روایت کنه. یک سوال بپرسم که آینده عکاسی در افغانستان چه رقم میبینی، یا بزرگترین چالش هایی که بر پیشرفت عکاسی در افغانستان وجود داره؟ خیلی بزرگ هنوز نه تنها عکاسی بلکه هر رشته دیگه که مربوط به هنر هست در افغانستان خیلی مورد استقبال کمی قرار میگیره. یعنی از نظر برای بعضی ها، یعنی حتی از دوستای نزدیکم که در شغل دیگه کار میکنن، به نظرشان حرفه من یک حرفه خیلی کوچک است. به گفته اونا اتو یک کمره را برای ما بتی خمام عکس گرفته میتونه. من این سوال را یک کسی دیگه هم به خودت گفته بود، من یادم هست. میدونی خیلی هنوز راه طولانی داریم که ثابت کنیم که هنر و ارزش او برای یک کشور چقدر مهم هست. خب من فعلا، یعنی واقعا به کسایی که خیلی خیلی از مدت درست است. گفت خلاص شد؟ بله. جواب سوالت رو نگرفتیم، جواب سوالت رو نتونستم درست بتونم. نه متوجه شدم. به هر حال او ارزم به حضور شما که شکست نفسی که در شما وجود داره همیشه لابلای صحبت های دیده میشه، ای که نمیخوای از یک در واقع از یک زاویه بالا نگاه بکنی علی رغم همه توانمندی هایت، و خیلی خاضعانه و خاشعانه و فروتنانه در مورد مسائل مختلف اظهار نظر میکنی. این واقعا برای من قابل ستایش است و این اطمینان به همه علاقمندای خودت میدم که رویا حیدری واقعا همون چیزی است که در گفته هایش، در عکسایش شما میبینین، و تنها و یک از ویژگی هایی که در واقع منحصر به ایشان است همی صداقت در شخصیتش است و هر آنچه که میبینین هموست، و این واقعا چیزی است که حداقل در بین هنرمندهای عصر حاضر که در افغانستان رشته های مختلف فعالیت میکنن یک چیزی است که باید در خودشان نهادینه بکنن. ابتدا در واقع او صداقت و راستی را در شخصیتشان و بعد خب در کارهایشان همیشه مد نظر داشته باشن. خودت دیگه چی گفتنی داری برای ما رویا جان؟ بامیان چطور بود؟ راستی همی تازگی باز بامیان دیدم، رفته بودی یک سفر. بامیان بسیار زیبا شده، بسیار مردم در این وقتا به بامیان میرن بخاطر که راهش امتر شده و مردم علاقه بیشتر پیدا کردن و رفتن. فکر میکنم یک سوالی که خیلی از ما پرسان کرده بودن که از راه زمینی رفتم یا هوایی. من راه زمینی رفتم، از راه قربان رفتم. نمیتونم ضمانت کنم یا بگویم که همیشه راه امنی هست. خب به خاطر که یکی از دوستا از ما پرسان کرده بودن که امیر سیف است، ما بریم. گفتیم ما که رفتیم برای ما اتفاقی نیفتاد، متاسفانه همین چند روز پیش رفتن رای اونا را دزدا گرفته بودن. من بسیار خجالت زده شدم به خاطر که اعلامی قسمت را منشن نکردم، ممکن هست که دزد باشه او را.
دیگه زندگی بر حسب چانس هست دیگه، که رفتی خوب میرسی، نرسیدی هم با دوستا روبرو میشی. خب شاید این خطرات و این استرس بخشی از دل خدا خوش کنیم دیگه، شاید اینا بخشی از زیبایی زندگی در افغانستان باشه که شاید در این جای دیگه دنیا پیدا نشه. و هر کس و هر کس که این استرس خوش داره میتونه که زندگی در افغانستان تجربه کنه با همه چیزا. دیگه یعنی سختی های خود زندگی در افغانستان داره، اما به این مفهوم نیست که نمیتونی زندگی کنی اینجا. به نظر من تو ارزش زندگی رو در افغانستان بیشتر میدانی، بیشتر میفهمی، به خاطر که خیلی چیزا رو روبرویت میبینی و تجربه میکنی. حالا در دیگه ممالک خیلی راحت هستی و انفجاری نمیبینی، مرگ عزیزی در انفجار رو تجربه نمیکنی، از دور یک سری خبرهای ناقص میشنوی که بازم اصلا ممکن هست سر تاثیر نکنم. ولی خب ما وقتی در افغانستان یعنی در اینجا هستیم، از نزدیک میبینیم، تجربه میکنیم، میدونی جالبی است که ترس و وحشت عمو 10 دقیقه اول است، بعد او تمام چیز به حالت نرمال خود برمیگرده. این حس را و انرژی را در این مردم ما بسیار دوست دارم که خیلی زود، یعنی با فاصله چند ثانیه و چند دقیقه همه چیز را فراموش میکنند و زندگی به روال عادی خود برمیگرده. فکر ای که عکاسی را تدریس بکنه برای جوانترها در ذهن تس یا نه؟ شاید هم بکنی، من خبر ندارم. اگر که ای کار انجام میتی با دیگه برای ما کم روشنی پرتی خوب است. با گفته مسعود حسینی، رفیق خوب عکاس ما، مسعود میگه وقتی که شما شروع میکنین به یادگیری عکاسی، یا ترینر خوب میشین یا عکاس خوب. من متاسفانه هیچ کدامش نیستم. مخصوصا ترینر، اصلا ترینر خوبی نیستم. ولی خیلی واقعا قبلا در سال 2014 برای کودکای خیابانی کار را کرده بودم با یک مؤسسه ای، ولی بعد از سال 2014 متوجه شدم که شاید تدریس به کودکا خیلی سخت بود و مرا خسته کرده بود، وقتی که واقعا هر کاری میکردم یاد نمیگرفتن روزا. خیلی سخت و خیلی بازیگوش بودن. یعنی بعد او گفتم اوکی، هیچ وقت دیگه تدریس نمیکنم و فکر کنم فقط در تکنیک خوب هستم. درست. البته از جایی که من تجربه این تجربه رو همراه خودت داشتم، از این بابت هم باز برمیگردم سرمو گفته اول که در واقع او متانت تو است که باز هم خیلی چیزها رو نمیگی از خودت، او توانمندی هایی که داری، ولی من دیدم که به لحاظ تکنیک چقدر مسلطی به ابزار و حتی ای که در واقع تجربیات خودت و چیزهایی که در عکاسی خودت لمس کردی، تجربه کردی، واره چقدر خوب و با احساس انتقال میدی به شاگردا. و از این بابت هم این اطمینان میتونم به همه اونایی که میخوان عکاسی را از خودت یاد بگیرن و که بسیار یک استاد خوب است، من این را از نزدیک تجربه کردم من باش. و دیگه خودت چی گفتنی داری؟ من چون که گفتی 15 دقیقه آخر و 15 دقیقه اونطوران تمام شده، اما فقط میخوام معذرت بخوایم به خاطر من نمیفهمم مشکل اینترنت ایران هست، مشکل اینترنت افغانستان هست. ولی خب تشکر از اینکه شما یعنی رفیقا حوصله کردن شیشتن پای گفتگوی ما را حوصله کردن. من چیز زیادی بگفتن ندارم، من سوالا رو چون دیده نمیتونم امیالی چیزی بگویم، ولی خب بعدا در پست اگر من سوالها رو خواندم حتما یک جواب بعدا جداگانه میگذارم برشان. بسیار عالی، من از خودت بسیار تشکر میکنم از اینکه دعوت این سفر رو قبول کردی. من توضیح بتونم برای دوستایی که ما را از طریق این سفر دنبال میکنن، این سفر از دوست خوب ما زهر جان است که
راندازی کرده و میخواهد که در واقع پوشش بده عکاسای افغانستان. برای من گفت دو ماه پیش بود، بخیالم گفت که من اگه تو پلان در سرم است میکنی یا نه کارا. گفتم هر کاری که برای رشد عکاسی در افغانستان باشه هزار دفعه چرا نه. و این صفحه توسط زهر جان مدیریت میشه، من مثل خودت یک مهمان وری هستم در این صفحه و امیدوارم که شاید از این باشم که این صفحه هم در واقع بتانه خیلی خوب این موضوعی را که در دست گرفته ساپورت کنه و فعالیت چشمگیری داشته باشه. این نوید میدون برای شما که عکاسای بسیار خوب دیگه افغانستان مثل رویا حیدری را ما در این سفر و در لایوهای زنده خواهیم داشت. آقای مسعود حسینی را هم باشون گپ زدیم و خیلی از دوستای دیگر هم، و امیدوارم که ای دیدار میسر شد و همراهی و عزیزا هم گپ بزنیم. خیلی خیلی خوش شدم که بعد از یک سال دیدمت و هرچند که زیاد میبینیم دل ما هر روز به روز بیشتر دق میشه برات و خاطراتی که داشتیم و کابل، و امیدوار هستم که شوم و خیلی خیلی زود باز پس کابل بیایم یا خودت مسافرت بیایی و ببینیم تا دوستان همه را سلام زیاد برسان. یک جان سپاس از اینکه وقت ماندی برای دوستای ما که امراشون گفتگو کنیم. من تشکر میکنم از تمام کسایی که هنوز هستن و میبینن، واقعا تشکر که حوصله کردین، تنوز بودین، شنیدین و ممنون خود رضا جان، خوشحال شدیم دیدیم، اتق شده بودیم پیشت. سلامت باشی، زور باشه، برای کلگی شب روز خوب خوش. تشکر یک جان سپاس و امیدوارم که شاید موفقیت های روزافزونت باشم. اگه کدام گفتنی نداری شما را به خدا بسپاره. در سال باشی رضا جان، سلامت، زنده باشی، شاد آرام، شبت خوش، خداحافظ، شب بخیر. خب دوستای عزیز، از این که ما رو تحمل کردین یک جان سپاس و تشکر. امو رقمی که گفتم برای دوستا پیشتر، ما در شبهای آتی که نه، باز از طریق صفحه اعلام میشه انشاءالله در روزهای آینده، در هفته های آینده، همراه عکاسای بسیار خوبی که در افغانستان فعالیت میکنن در مورد تجربیاتشان و در واقع دیدگاه ها و نظراتشون در مورد عکاسی در افغانستان وارد دعوت میکنیم، همراهشان گپ میزنیم و ای باعث افتخار است که شما دوستا ما را دنبال میکنین، این سفر را دنبال میکنین و امیدوارم که این گفتگوها باعث شود که اوهایی که علاقه مند هستند جدیتر دنبال کنن، اوهایی که در واقع کار میکنن جدیتر به کارشون بپردازن و روز به روز شاهد پیشرفت عکاسی در افغانستان باشه. مجدد من تبریک میگم روز جهانی عکاسی را برای همه عزیزایی که به نحوی با این رشته سر و کار دارن. شب و روز به همه شما عزیزا خوش باشه. امیدوارم که همیشه شاد و آرام باشین و تا گفتگوی دیگه شما را به خدا می سپارم. شبتان بخیر، خدا نگهدار.